یک روز ویکند، یک روز پاییزی، شنبه 18 اپریل 2015 ما اومدیم سیدنی برای اینکه فردا کنسرت ابی هست برای اولین بار در اپرا هاوس و ما خیلی مشتاق بودیم که هم اپرا هاوس رو ببینیم هم بیایم کنسرت ابی و خلاصه با یه تیر دو نشون بزنیم. خیابونای سیدنی خیلی شبیه خیابونای نیویورک هست، به این معنی که هم خیابونا تو در تو، ساختمونای بلند و شلوغ‌تر هست نسبت به ملبورن و البته به لحاظ مالتی کالچرال بودن سیدنی به مراتب بزرگتر و وسیع تر هست. سیدنی به لحاظ هزینه های زندگی یک مقداری از ملبورن گرونتر هست ولی به مراتب هم حقوق هایی که دریافت میشه بالاتر هست، به این معنی که شما چون اینجا گرونتر هست حقوقت هم بالاتر هست، در هر صورت میتونی از پس هزینه های زندگی بر بیاد اگر که سر کار بری و حقوق خودت داشته باشی. خیلی ها میگن که سیدنی قلبه، البته معروفه و درسته، قلب تپنده صنعت و تکنولوژی و کار و تجارت استرالیاست، در حالی که ملبورن بیشتر حالت فرهنگی و پایتخت فرهنگی استرالیا رو داره. به این لحاظ سیدنی مقصد بیشتر ایرانیایی هستش که به استرالیا مهاجرت می‌کنن، چه کسایی که از طریق نیروی متخصص، چه که از طریق سرمایه گذاری و حالا نوعی دیگه که به استرالیا مهاجرت می‌کنن. شهر فوق‌العاده شلوغی هست، شهری که شب‌هاش برخلاف اون تصوری که از استرالیا هست که معمولاً مردم خیلی زندگی نایت لایف ندارن، به قول معروف سیدنی به مراتب اوضاع و احوال بهتری داره، از این لحاظ به خلق و خوی ما ایرانی ها بیشتر میخوره، مردم هم برای همین یکی از دلایل دیگه ای که ممکنه سیدنی رو انتخاب بکنن خاطر همین مسئله شلوغ بودن و زندگی نایت لایف. ما الان داریم میریم به سمت دارلینگ هاربر، قلب شهر سیدنی. جایی که خیلی نزدیک به اپرا هاوس هست و شاید خیلی از ماها سیدنی رو با ساختمونا و به خصوص اپرا هاوس منطقه دارلینگ هاربر بشناسیم. حالا ایشالا رسیدیم اونجا، حتما باز هم من فیلم برداری میکنم و در پایان دوست دارم که ازتون دعوت بکنم حتما کامنت بذارین، به من ایمیل بزنین و نظرات خودتون راجع به این که من دوست دارم ویلاگ داشته باشم راجع به زندگی روزمره ایرانیای استرالیا و حالا کارهایی که به خصوص در ویکند میکنن یا کارهایی که تاثیر خودشون رو چجوری پر میکنن رو به شما به تصویر بکشونم. حتما اگر نظری، ایده‌ای، فکر خاصی دارین حتما خوشحال میشم با من در میون بذارین و اگر هم ویدئویی یا چیزی خودتون میخواین بفرستین مطمئن باشین که با اسم خودتون من آپلود کنم. ما اومدیم اینجا، سوار کروز شدیم و همین الان از زیر پل معروف سیدنی به اصطلاح گذشتیم. بسیار صحنه دلانگیز و
زیباییست، هرچند که من خودم به شخصه دوست ندارم خیلی طبیعت دچار تغییر بشه، دوست دارم همون چیزی که هست همون زیبایی که داره بمونه. ولی سیدنی و پل سیدنی و اپرا هاوس همیشه زیبا، همیشه دلنواز و همیشه چشم نواز بوده، هست و خواهد. جای همه کسانی که این فیلم رو میبینن و خواهند دید خالی، امیدوارم که فرصتی بشه همه تون بیاین و از این زیبایی لذت ببرین. بی نهایت زیباست و مطمئنم تالها بارها و بارها ویدیو راجع به این صحنه ها، این مناظر زیبای سیدنی دیدین، ولی مطمئن باشین که من سعی میکنم با توضیحاتی که در قالب فیلم میدم نمای دیگری از زندگی در استرالیا و تفریحات ایرانی ها، حالا تفریحات بعضی از ایرانی ها رو براتون به تصویر بکشم. ما الان داریم به اولین ایستگاه نزدیک میشیم، از دارلینگ هاربر حرکت کردیم و تا منلی خواهیم رفت و دوباره از منلی برمیگردیم به سمت دارلینگ هاربر. در عرض 2 ساعت این مسیر رفت آمد خواهد شد. جای همتون خالی. امروز شنبه 18 اپریل 2015 و الان ساعت دقیقاً 3:30 بعد از ظهر است. هوای فوق العاده عالی و روز خوششانسی ما بوده، چون همه چیز بی نهایت عالیه، همه چیز بی نهایت زیباست و امیدوارم که فرصتی بشه که همه تون همه کسایی که فیلمو میبینن بیان و از این زیبایی لذت ببرن.